تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه ما تفسیر میگیم، خیلی روان و فشرده و قطعی. از اول که شروع کردیم به جزء 21 سوره روم رسیدیم و الان آیه 33 بشنوید. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق منهم بربهم یشرکون. از گله هایی که قرآن مکرر از انسان کرده که این انسان همی که یک زیانی بهش رسه، اذا مس الناس ضر، رو اگر مردم ضر یعنی زیان برسه، مردم در بنبست، فشار، سختی، تلخی قرار میگیرن، همی که قرار گرفتن دعا میکنن، دعا و رب هم خدا رو میخوانن، منیبین علی، به سوی خدا انابه میکنن، هر وقت گیر میکنن میگن یا الله یا الله. اما ثم اذا اذاقهم منه رحمتن، اما اگر از طرف خداوند رحمتی بهشون رسید و گیرشون برطرف شد، خرشون از پر رد شد، به اصطلاح عرفی به جای که شکر خدا رو بکنن سراغ غیر خدا میرن، میگن فلانی منو نجات داد، پول بود، فلان تلفن منو نجات داد، این وام مشکل من حل کرد، فلانی این دفعه، سراغ غیر خدا میرن. گیر که میکنن میگن یا الله، گیرشون حل شد میگن زنده بود کیه و زنده بود کیه. این لحن در قرآن خیلی اومده که خدا گله میکنه، خداوند متعال، که انسان ها وقتی ندارن یه جور حرف میزنن، برخورد دوگانه با ما میکنن، وقتی ندارن یه جور برخورد میکنن، شکمشو کسی شد یه جور دیگه برخورد میکنن، در حالی که مؤمن باید همیشه یاد خدا باشه. کلمه زر نگفته زر رو من الله، اذا مست ناسا زر رو، همی که مردم زیان رسید، نمیگه زیان از طرف خداست، چون زیان ها از طرف خودمانه، اما رحمت از طرف خداست. رحمتن اذا اذاق هم منهو رحمتن، راجب رحمت میگه منهو از خداست، راجب زر میگه از خوده. اصولا هرچی خیر از خداست، شر از خودمونه. یه مثال یا شاید شنده باشید منم بگم، کره زمین دور خودش میگرده و دور خورشید، همیشه یه سمت کره زمین روشنه، همیشه یه سمتش تاریکه، در اینجا هر جاش روشنه از خود زمین، از خورشیده، هر جاش تاریک از خودشه. پس کره زمین که دور خودش و خورشید میگرده و همیشه یه سمتش روشنه یه سمتش تاریک، روشنش از خورشیده، تاریکیش از خودشه. ما هم تلخی ها و شیرینی ها که ما برسته، تلخی ها از خودمونه، شیرینی ها از خداست، مثل که نور زمین از خورشیده. اذاقه هم منه رحمتن، راجب رحمت میگه منه از طرف خداست. البته همه تو نیستن، اذا فریق هم منه هم برب بهم، اینم باید انصاف داشته باشه. مثلا اگر دو تا بازاری برد بنگیم بازاری ها، دو تا اده نگیم اداری ها، روحانیون، نمیدونم کشاورزا، کارگرا، تو هر قشری مواظب باشیم در حرف زدنمون انصاف داشته باشیم. اذا فریق منهم برم بهم یشرکون، همین دلیل بر فطری بودنه، چون آیات قبل بحث این بود که دین فطریه، انسان وقتی سختی بهش رسید پرده های غفلتش کنار میره، به سمت فطرت برمیگرده، تا انسان زرق و برق میبینه فراموش میکنه، وقتی اینها زرق و برقا تمو شد، این مشکلات و تلخی ها و بنبست ها قبار افلت رو برکنار میکنه، و انسان هم کم ظرفیته. افراد ازاغ هم منه رحمتن، ازاغ زائقه این چشیدن، یعنی خیلی هم ازاغ هم منه رحمتن، این اصدر به خدا یه خورده کمکش، یه موتور بهش دادیم، یه حالا در رانندگی ویراج میره، افراد رو میترسونه. انسان کم ظرفیته، ازاغ هم منه رحمتن، یعنی همی که رحمتی رو چشید، خیلی هم نخورده تا یه خورده چشیده، همین که چشیده خلاصه
میره سراغ غیر خدا. همسر نداشه میگفت خدایا یک همسر خوب قسمت ما کن. حالا همسر قسمتش کرده، اینو با 7 قلم آرایش میبره تو خیابون نشون مردم میده، بذاری که مثلا بگه حال خدا راضی نیست که من همسرم این رقمی، من همسر از خدا خواستم، به شکرانه که خدا همسر خوبم داده، سعی کنم حجابش لباسش خدا پسند باشه. نمیگیم نه جامعه نمیپسنده، فامیل نمیپسنده، اسم جامعه و فامیل میبریم. عرض کنم که در مقابل آخه دوستان من خانمشو همچینه، منم با خانم همچی باشه، یعنی خدا رو میذاریم کنار ببینیم جامعه چی میگه، فامیل چی میگه، خودمون هوا و هوس میلمون خودمون چیه. هر کد انسان خدا رو بذاره کنار، میل خودش میل دیگران عمل کنه، این از توحید میره بیرون، وارد شرک میشه، چون آرمش یک دون الله دونهیه، یعنی غیر خدا. خدا میگه ای تو، جامعه میگه اون تو، ما ببینیم جامعه چی میگه، یعنی از توحید میریم بیرون. انسان وقتی ضرر بهش رسید، وقتی در بنگاه بود همسر نداشت، وقتی بچه نداشت، بارها میگفت خدایا اولاد ما بده. حالا که اولاد داره، حاضر نی اسمش رو یه اسم خدا پسند بذاره. اللهم این نه و گله ها با بیان مختلف تو قرآن زیاده. خب آیه 33 تمام، آیه 34 رو درس بعد صحبت میکنه. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که تلخی ها و شیرینی ها ما رو از تو دور نکنه، ما همیشه یادتو باشیم، نه فقط وقتی گیر کردیم، وقتی گیر اون برطرف شد شاکر تو باشیم، شکر کنیم، نه از تو اعراض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.